میپرسی چرا دستت را محکم گرفتم؟ برای آنکه تا ابد بمانی. دستت را محکم گرفتم که تا آخر راه بیایی. راه خانه ای را که هر شب خوابش را میبینم تو نشانم دادی. خانه ای که دیوارهایش شیشه ایست، نه درهایش قفلی و نه اسباب بازیهایش صاحبی. آری، راه این خانه را تو نشانم دادی و اکنون باید تا آخر راه بیایی. اگر تو راه گشا نبودی، بر سر دوراهی اصلاحات کدامین راه می رفتم؟ به دوستانم در آمریکا و بوسنی و افغانستان و فلسطین و ایران چه می گفتم؟ دشمنانم را با کدامین سلاح از میدان به در می کردم؟ با خواهرم که برای لقمه نان تنش را می فروخ چه رفتاری؟ و سؤال دخترم را که با جنین ناخواستش چه کند چه پاسخی؟ دستم را محکم بگیر تا از کوره راه های این خرابه تاریک بگذریم و بذر خوشبختی را در باغچه خانه که هر شب خوابش را می بینم بکاریم. از سخنران دوممون فریده آرمان تقاضا میکنم که تشریف بیارید. سلام میکنم بهتون و خوشحالم از اینکه اینجا هستم و در مورد منصور حکمت میخوام حرف بزنم. خیلی سخت راستش، چون اینقدر آدم چیز داره بگه، اینقدر از زوایای مختلفی میشه این آدم رو دید، اینقدر جنبه های بزرگش با شکوهی داره که هر تیکش میتونه برای خودش واقعا ساعتها روزها در موردش حرف زد و رفت نگاه کرد، سایتشو خوند، نواراشو گوش کرد و یاد گرفت و دنیاییه، واقعا یه دنیاییه. ولی من دیشب این فکر میکنم خدای من چی رو میخوام بگم؟ بکردم واقعا چه جایی برای من داشت تو زندگی من نوعی، منی که از هزاران هزار آدمی که به انقلاب جوان بودش و اومد با هزار شور و انرژی دلته هنوزم دارم اومد و سعی کرد که این تو این انقلاب دلش میخواست تغییر ایجاد کنه، مثل همه جوانایی که الان توی مصر اومدن به خیابون، تو تونس، توی سوریه به خیابون اومدن که تغییر بدن و ولی به قول مارکس مثل اون موش کور دارن میجنبن، میرن جلو ولی سی سرشون به این ور اون ور میخوره. من قشنگ یادمه وقتی که انقلاب بود، ما از صبح تا شب میدویدیم، از صبح تا شب تو خیابون بودیم، این ور اون ور، تو این تظاهرات، تو این سخنرانی، تو اون میتینگ، حالا اینجا راهپیمایی، اینجا نه، همینطوری میدویدیم. آخر شبم واقعا خسته و کوفته. من یادمه که کتاب سفید، جلد سفید لنین دست میگرفتم، خوابم میومد، عوض خسته بودم ولی میگفتم باید بخونم تا بفهمم، یاد بگیرم. این در واقع این جنبش عظیمی که اومده بود به خیابون برای اینکه تغییر ایجاد کنه، خودشو تو منصور حکمت پیدا کرد. به نظر من انقلاب ما و این جنبش عظیم با هم دیگه یه جایی با منصور حکمت به هم دیگه خوردن و راهشو پیدا کرد. دیگه اون موشکور نبود، جنبش ما دیگه اون موشکور نبود، برای اینکه میدونست کجا داره میره و راه نشون میداد. اصلا تو هر چیزی که پیش میومد، جنگ ایران عراق، نمیدونم قضیه حزب، اگه سیلی دنیایی میگفتن یه چیزو، اون حرف خودشو میزد و پیش میبرد. میدونست که این راه درسته و میکشوند با خودش جنبشو و تمام زورش این بود که چپ و بالاخره مردم رو آگاه بکنه و به این راهی که درسته برای پیروزی انقلابش جذب بکنه و پیش ببره. من وقتی نگاه میکردم گفتم خب چرا منصور حکمت اینقدر عزیزه برای من؟ واقعا خیلی چیزا هست، آدم میتونه بگه تئوریاش محشره، بهترین تئوری ها رو داد، هیچ کی از این بهتر تئوری نداد تو جنبش کمونیستی ایران و در جهان. به نظر من مارکس زمانه ما بود، ولی فقط این نیست، به نظر من این جواب نیست.
بگیم حزب ساخت، یه حزبی که به نظر من بهترین حزبیه که الان هست، حزب یه حزب مبارز، روشن، انقلابی، انسانی، همه چی هست. بزرگترین حزب چپ کمونیستی ایران رو ساخت و این حزب الان رو پاست و داره پیش میره. ولی برای خودم بازم این بود که اینم هنوز نیست، اینم هنوز اون جوابی که من دلم میخواد نیست. مهربونیش، انسان بودنش اینه که آدم حقیقت جذب میکنه. انسانیتش به اندازه یه دنیا بود، حد و مرز نداشت، کشور نمیشناخت، زن و مرد نمیشناخت، سیاه رنگ نمیشناخت، همه چیش همه اینام بود. بازم فکر میکنم خیلی آدم های انسان هستن. اینم هنوز جواب خود من نبود. هنوز فکرم خیلی شوخ بود، خیلی بامزه بود. همیشه هنوز هم که هنوزه بعضی اوقات از حرفاش آدم میزنه هنوز هم میتونه بخنده، یادش میفته. بازم اینم نبود. خیلی خیلی چیزا داشت که هنوزم، ولی وقتی من برمیگردم به نگاه میکنم میبینم ما رو به خودمون برگردوند. منصور حکمت ما رو به عنوان یه انسان اوور جلوی چشممون گذاشت روی میز، گفت این انسانه و با این خواستا و با این نیازها و اینا انسانیه. همه دنیا هیچ چیزی مقدستر از انسان براش نبود. هیچ چیزی، هیچ حزبی، هیچ تئوری، هیچ چی نمیتونست از این پیشی بگیره. همه چیش اون بود، همه چی رو از اون زاویه میدید، از اون دید میدید. نقطه انگار شروعش اون بود و این ما رو به خودمون آورد. به نظر من میتونستم یه مجاهد بشم، خیلی بدبخت میشدم. میتونستم یه پاسیو باشم، میتونستم یه آدمی باشم که ادعا میکنه مستقله، خیلی افتخار میکنه به اینکه مستقله، نمیدونه که بورژوازی کیف میکنه از اینکه اون مستقله. میتونستم یک آدمی باشم که دچار ناسیونالیزمم، برای اون تنبه بزرگ و تنبه کوچک و نمیدونم از این چیزا به جنگم و خیلی دلم خوشحال باشم. میتونستم خیلی چیزا باشم که هیچ کدومش ما رو به هدف نمیرسوند، هیچ کدومش اون واقعیت انسان نبود. ولی به نظر من ما رو به خودمون نشون داد، انسانیت ما رو گذاشت روی میز و گفت این شما. برای همین همه چیز رو از اون دید میدید و از اون زاویه میدید و به ما این دیدو داد. به نظر من یه شبی توی موقعی که متاسفانه مریض بود و حالش خوب نبود، تو خونش بودم، دیر وقت بود، از اتاق کارش اومد بیرون، یه جوری انگار بغض گلوش گرفته بود، خیلی خوش یه جوری بود. من احساس میکرد که تحت تاثیر یه چیزیه. گفتش که نمیدونی همین تقوایی یه ایمیل خیلی قشنگ برای من نوشته. ایمیلش برای من کلمه کلمهش یادم نیسته چون خیلی قدیمی گذاشته، ولی میگفته بود که بهش گفته بود که ما از تو یاد گرفتیم که دنیا رو از چشم تو، از دید تو نگاه کنیم. الان احساس میکنم چشمامو دارم از دست میدم. این به نظر من این واقعیت اینه. ما دیدمونو، ما چشممونو در واقع اینکه همه چی رو ببینیم از اون یاد گرفتیم و الان هزاران هزار نفر دارن با دید اون و از نگاه اون به دنیا نگاه میکنن. این ماییم که این دید منصور حکمته و این نگاه اونه که میره تو زندان تبریز و سکینه محمدی آشتیانی رو میبینه و بزرگش میکنیم برش اونجا. این دید و نگاه اونه که میره و کبرا رحمانپور رو که هیچ چی نبود، صفر بود، اون جامعه نول بود، اونو میارش به عرش اعلی میرسونش، همه دنیا میشناسنش، برای زندگیش مبارزه میکنن، نه تنها میشناسنش، برای آزادیش مبارزه میکنن. دید اون جایی که ما میریم و از حمله ای که به افغان ها میکنه، به افغانستانی ها میکنن تو ایران، میریم مبارزه سازمان میدیم، میجنگیم، دلمون به قلبمون درد میگیره از این ماه بابت. اینا همش دید اونه. اینا رو ما از اون گرفتیم. به نظر من بعضی وقت توی شهر مالمو به ما میگن چیه، شما همه جا هستی، در مورد همه چی نظر داری، به همه چی دخالت میکنی. آره، ما اینا رو از منصور حکمت یاد گرفتیم. برای اینکه انسان همه جا هست، انسان همه جا مورد ظلم قرار میگیره و ما همه جا اینو میبینیم، برای همین رکشو نشون میدیم، برای همین عکس‌العمل نشون میدیم. اینا رو ما از منصور حکمت یاد گرفتیم. به نظر من فکر میکنم
اگه آدم واقعا برای کسایی که شاید اینجا نشستن خیلی هاشون منصور حکمت رو میشناسن و این حرف شاید خیلی نو نباشه، ولی کسایی که شاید از کانال این دوربین ما رو میبینن، اگه میخواین اولین کسی که آزاد بشه خودتون باشین، اگه میخواین بهترین ارث رو برای بچه هاتون به جا بذارین و اونا یاد بگیرن که دنیا رو چجوری ببینن، یاد بگیرن که انسان و انسانیت یعنی چی، به هزار یک انحراف کشیده نشن، برین منصور حکمت، به منصور حکمت رجوع کنین، بخونیدش، بشنوید، نواراشو بشنوید، یادش بگیرین. باش این اولین کسی رو که نجات میده خودتونین، آزاد میشین، خوشبخت میشین، راحت زندگی میکنین، دچار هیچ بدبختی نمیشین. باور کنید میدونین راه چیه. و اگه میخواین که این دنیا رو تغییر بدین، اگه واقعا دردتون میاد از این دنیا، فکر میکنین خیلی وارون است، اون وقت بیاین به این حزبش بپیوندید، به این حزب که منصور حکمت بنیاد گذاردش، ساختش، براش جنگید و همه چیش هم هست، تئوریاش هست، نظراتش هست، حزبش هست، انسانهایی که شریفترین انسانهای روی زمین هستن تو این حزب هستن. به این حزب بپیوندید، این حزب این دنیا رو تغییر میده و اون انسانیتی رو که منصور حکمت همه جا با اون دنیا رو نگاه میکرد و میاره میذاره روی صحنه دنیا و اینطوری دنیا رو تغییر خواهد داد. مرسی.